بسم الله الرحمن الرحیم. محصلان گرامی، به دومین درس آنلاین از سلسله درس های آنلاین در سمستر اول خزانی 1399 مربوط مضمون مبانی اقتصاد خرد خوش آمدید. ما در درس قبلی تا قسمت قانون عرضه و منحنی عرضه بحث کرده بودیم که قانون عرضه بیانگر رابطه مثبت و مستقیم بین قیمت و مقدار عرضه می باشه و منحنی عرضه میلان و شیب سعودی داره، به خاطر که رابطه بین قیمت و مقدار عرضه مثبت و مستقیمه. با بلند رفتن قیمت مقدار تولید یا مقدار عرضه افزایش میکنه. اینا رو بحث کرده بودیم. بعد نمونه مثال از رو ببینیم. اینجی به ادامه ما داریم که جدول فرضی عرضه کننده کالا میباشه. اگر قیمت به ازای هر کیلوگرم از یک جنس به عنوان مثال 5 4 3 2 1 باشه، مثلا 5 افغانی، 4 افغانی، 3 افغانی، 2 افغانی، 1 افغانی، یا دلار در نظر بگیریم، فرق نمیکنه. مقدار عرضه در هفته 60 50 کیلوگرم، 35 کیلوگرم، 20 و 5. به این یک رابطه مثبت و مستقیم مشاهده میکنیم. هر قدر قیمت یک جنس کاهش کنه، مقدار عرضه یا مقدار تولید هم کاهش میکنه. رابطه مثبته یا رابطه مستقیمه. رابطه مستقیم و مثبت بین قیمت و مقدار تولید ما میگیم قانون عرضه. حالا قانون عرضه میتونیم ما در گراف هم نمایش بدیم یا به شکل گرافیک و هندسی تحلیل کنیم. ببینیم همین مثال اگه خواسته باشیم در گراف نمایش بدیم، به اینجا ما داریم. البته گراف اینجی به شکل قبلی آماده، به سلاید قبلی گراف ما داریم که منحنی از میلان سعودی داره، رابطه مثبت و مستقیم نشان میده. بعد شما میتونیم که خود شما بر روی ورق این رسم کنیم، در محور عمودی قیمت و در محور افقی مقدار عرضه نشان بدیم. و به مو ترتیبی که ما قبلا بحث کرده بودیم، داریم تقاضای انفرادی و تقاضای بازار و مجموعی. در بحث عرضه هم همچون چیزی مطرح می باشه که ما داریم عرضه انفرادی و عرضه مجموعی، عرضه تولید کننده و عرضه بازار. اگر قیمت باشه 5 4 3 2 1، مقدار تولید کننده مثلا مقدار تولید یک تولید کننده باشه 60 50 35 20 5، و اگر فرض کنیم که در این بازار 200 تولید کننده وجود داره، عرضه بازار چقدره؟ عرضه بازار ما تعداد تولید کنندگان ضرب مقدار تولید یک تولید کننده میکنیم، در صورتی که تولید همگی مساوی باشه. تولید مجموعی یا عرضه مجموعی میشه 12000. مثلا به قیمت 2 تولید کننده 20 کیلوگرم تولید میکنه از یک جنس، و مثل همین تولید کننده 200 تا تولید کننده وجود داره. اگر ما 200 ضرب 20 کنیم میشه چند؟ 4000. تولید مجموعی یا عرضه مجموعی میشه 4000. حالا ما یک نمونه نشان دادیم که شما میتونیم منحنی تقاضا چی رقم رسم کنیم، و به ترتیب شما میتونیم منحنی عرضه رسم کنیم، عرضه انفرادی رسم کنیم و عرضه بازار رسم کنیم. قاعده همو قاعده ای که همیشه مقدار در محور افقی نشان میدیم و قیمت در محور عمودی نشان میدیم. بعد از بحث عرضه و تقاضا، بحث عرضه و تقاضا مطرح میشه، یا قانون عرضه و تقاضا و میکانیزم بازار که بحث قیمت تعادلیه. قیمت تعادلی چی نوع قیمتیه؟ قیمت تعادلی قیمتیه که در او قیمت مقدار عرضه مساوی و مقدار تقاضایه، یا عرضه و تقاضا با هم برابره. تعادل بازار چگونه تعریف میکنیم؟ به اینجا گفته شده بازار زمانی با حالت تعادل قرار میگیرد که در قیمت بازار مقدار تقاضا مساوی و مقدار عرضه باشد. یعنی ما چی زمانی در نقطه تعادلی قرار داریم، یا بازار چی زمانی با حالت تعادل قرار داره. به شکل بسیار خلاصه و ساده اگر مطرح بکنیم، مثلا بازار پیاز در هرات
چی زمان حالت تعادلی داره، زمانی که مقدار تولید یا مقدار عرضه پیاز در بازار به اندازه تقاضا به پیاز در بازار باشه. یعنی که زمانی که فرض کنیم که 5 تن پیاز در بازار هرات عرضه شده و تقاضا به پیاز 5 تنه، اینجا ما حالت تعادلی داریم. اگر در بازار به همون اندازه ای که تقاضا وجود داره به همون اندازه عرضه وجود داشته باشه، یعنی عرضه و تقاضا با هم برابر باشه، این میگیم حالت تعادلی، این میگیم تعادل بازار. و قیمت تعادلی قیمتیه که عرضه و تقاضا با هم برابر باشه. ببینیم حالا ما با یک جدول دیگه نشان میدیم حالت تعادلی و قیمت تعادلی. به این جدول قیمت تعادلی شما مشاهده میکنیم، قیمت تعادلی قیمتی که در او قیمت عرضه و تقاضا با هم برابره و نه اضافه عرضه وجود داره نه اضافه تقاضا وجود داره. در جدولی که مشاهده میکنیم ما در ستون اول داریم قیمت، در ستون دوم داریم مقدار عرضه، در ستون سوم مقدار تقاضا و در ستون بعدی که هست ستون چهارمی اضافه تقاضا یا اضافه عرضه. اگر مقدار عرضه از تقاضا بیشتر باشه راست اضافه عرضه، اگر مقدار تقاضا بیشتر از عرضه باشه اضافه تقاضا. حالا ببینیم در ردیف اولی و دومی اینجا ما داریم اضافه چی؟ اضافه عرضه. 10,000 به 6,000 اضافه عرضه. چرا؟ به خاطر که در قیمت 5 12,000 مثلا 12,000 کیلوگرم یا 12,000 تن از یک محصول فرض کنیم که به بازار عرضه شده، مقدار تقاضا هست 2,000 تقاضا شده، خرید شده، مصرف شده، اما 10,000 دیگه در بازار مانده، این میگیم اضافه عرضه به اندازه 10,000. در قیمت 4 مقدار عرضه هست 10,000، مقدار تقاضا هست 4,000. چند اضافه عرضه؟ اضافه عرضه ما 6,000. تفاوت عرضه و تقاضا مو اضافه. حالا اینجی در ردیف اول و در ردیف دوم طوری که در جدول مشاهده میکنیم مقدار عرضه بیشتر از مقدار تقاضای اینجی 10,000 و 6,000 به نام چی معرفی میکنیم؟ به نام اضافه عرضه. به مثال ردیف سوم بگیریم، ردیف سوم. در ردیف سوم مقدار عرضه است 7,000، مقدار تقاضا است 7,000. اگر در بازار 7 تن پیاز عرضه میشه بری فروش و به اندازه 7 تن هم تقاضا وجود داره، اینجا نه اضافه عرضه وجود داره نه اضافه تقاضا و همین قیمت 3 قیمت تعادلیه. اما قیمت 2 قیمت 1 چی؟ در قیمت 2 قیمت 1 ما اضافه تقاضا داریم. مثلا در قیمت 2 مقدار عرضه ما هست 4,000 تن، مقدار تقاضا هست 11,000 تن، اینجا 7,000 تن اضافه تقاضا وجود داره. در ردیف چهارمی و پنجمی چون تقاضا از عرضه بیشتره 7,000 و 15,000 ما به عنوان اضافه تقاضا معرفی میشه. حالا پس میتونیم بگیم که قیمت تعادلی کدام قیمته؟ قیمت تعادلی قیمت 3. از ما چند تا قیمت داریم؟ در نخستین ستون که ستون قیمته، قیمت 5, 4, 3, 2, 1. از بین 5 قیمت، قیمت تعادل قیمت 3. چرا قیمت 3 یا قیمت تعادلیه؟ به خاطری که در این قیمت مقدار عرضه و مقدار تقاضای ما با هم چی؟ مساویه. نه اضافه عرضه داریم نه اضافه تقاضا داریم، اضافه عرضه و تقاضای ما 0 میباشه. وی حالت تعادل بازاره. به قیمت 3 میگیم قیمت تعادلی. بعد از لحاظ اقتصادی وقتی ما قیمت تعادلی نداشته باشیم، اگر قیمت ما از قیمت 3 بالاتر و پایینتر باشه، حالت ما حالت غیر تعادلیه. وی حالت حالت ناپایدار. میکانیزم بازار یعنی قانون عرضه و تقاضا باعث میشه که ما به نقطه تعادلی حرکت بکنیم، به نقطه تعادلی برسیم. یعنی چی؟ مثلا
ببین یعنی که میگیم قانون عرضه و تقاضا به شکل خودکار کار میکنه، به شکل خودکار تعادل به وجود میاره، یعنی چی؟ یعنی که مثلا اگر قیمت باشه 4، مقدار عرضه هست 10,000، مقدار تقاضا هست 4,000. به اینجی در بازار تقاضا بیشتره یا عرضه؟ اینجی عرضه بیشتره، ما داریم اضافه عرضه و حالت غیر تعادلیه، تعادل در بازار وجود نداره. اینجی قانون عرضه و تقاضا دست به کار میشه، به شکل اتومات بازار به سمت تعادل حرکت میده، تمایل به تعادل داره. چرا؟ به خاطری که بر اساس قانون عرضه و تقاضا ما شما قبلا خوانده بودیم که اگر در بازار عرضه بیشتر از تقاضا باشه، قیمت چیکار میکنه؟ کاهش میکنه. حالا اینجی عرضه 10,000، تقاضا 4,000، عرضه بیشتر از تقاضا، باعث کاهش قیمت میشه. قیمت از 4 میه به سمت 3، به نقطه تعادل میرسیم. خب اگر فرض کنیم که قیمت 2 باشه، در قیمت 2 باز اینجا اضافه تقاضا وجود داره، عرضه ما هست 4,000، تقاضا ما هست 11,000، 7,000 اضافه تقاضا وجود داره. بر اساس قانون عرضه و تقاضا ما گفته بودیم که اضافه تقاضا باعث افزایش قیمت میشه. اگر در بازار تقاضا بیشتر از عرضه باشه، قیمت ها بلند میره. حالا که قیمت هست 2 و حالت عدم تعادله، اضافه تقاضا باعث میشه که قیمت افزایش کنه از 2 به 3، پس دوباره به نقطه تعادل برسیم. یعنی به طور خلاصه ما اگر بازار تعادل، بازار رقابت کامل داشته باشیم، در بازار رقابت کامل اتومات به شکل خودکار ما به سمت تعادل حرکت میکنیم، در صورتی که مداخله در بازار نباشه، بازار آزاد باشه، همیشه به نقطه تعادلی بازار در حرکت می باشه، چون اضافه تقاضا قیمت افزایش میده و اضافه عرضه قیمت کاهش میده و قیمت در نقطه تعادلی قرار میگیره که میگیم تعادل پایدار. این بود چگونگی تعیین قیمت و تغییر قیمت بر اساس میکانیزم بازار یا قانون عرضه و تقاضا، که بعد فرصت بشه ان شاء الله به شکل گرافیک و هندسی هم این رو شما نشان میدیم در جلسات بعدی اگر وسط برابر بشه و شما کار میکنیم. ببینیم بعد اینجی تعیین قیمت بس شد و ای که قیمت چگونه به وجود میایه، قیمت چگونه تعیین میشه به کمک عرضه و تقاضا، فشار عرضه و تقاضا بس شد. میایم به بس آخری که مربوط میشه فصل دوم، او بحث مطلوبیته. ما مطلوبیت قبلا تعریف کرده بودیم در درس‌های قبلی که مطلوبیت عبارت از رضایت خاطر و خرسندی مصرف کننده به خاطر استفاده کالا و خدمات می باشه. مطلوبیت نهایی چیه؟ یکی مطلوبیت به شکل کلی، یکی مطلوبیت نهایی. مطلوبیت نهایی مطلوبیت فی واحد کالای اضافه شده. به این معنا وقتی میگیم مطلوبیت نهایی، یعنی مطلوبیت زیاد نه، مطلوبیت آخری، مطلوبیت واحد آخری که شما مصرف میکنیم استفاده میکنیم چقدر میباشه. مطلوبیت نهایی قانونی قبلا خونده بودیم که نزولیه، نزولی بودن مطلوبیت نهایی قانونی بود. با افزایش مصرف کالا مطلوبیت کل افزایش و مطلوبیت نهایی کاهش مییابد. طوری که در این جدول شما مشاهده میکنیم، ما در ستون اول داریم مقدار کالا 0, 1, 2, 3, 4, 5 تا به 9. اگر مثلا ما بیایم ساده سازی کنیم این کالا رو، یک محصولی، یک نوشیدنی مثلا در نظر بگیریم، به عنوان مثال فرض کنیم که جوس میوه باشه، به عنوان مثال یک گلاس آب میوه، درسته؟ یک گلاس آب میوه، یعنی یک آب میوه مشخص و مشابه که تغییر نکنه، مثلا وایدایی که ما افزایش میدیم از این کالا باشه. و مطلوبیت کل مطلوبیت مجموعی، مطلوبیت نهایی مطلوبیت واحد آخری. مثلا یک فرد یک گلاس آب میوه می نوشه و این فرد تشنه و گرسنه، درجه مطلوبیت از 12. قبل از اینکه مثلا ما اینجی بحث مطلوبیت کل و نهایی بیشتر توضیح بدیم، خوبه که یک نکته اشاره بکنیم. اویی که مطلوبیت
یک موضوعی سبجکتیوه، یک موضوعی انفسی و شخصیه، یک مسئله کیفیه، مطلوبیت کمینیه. و به او خاطر ما وقتی اینجی اعداد و ارقام به ارتباط مطلوبیت مطرح میکنیم و میخواییم مطلوبیت رو با اعداد سنجش کنیم، این سنجش ما، این اعداد ما، این سنجش ما یک سنجش کیفیه و این اعداد ما نمایندگی از کدها میکنه. مثلا 12 و مثلا 22 و 30 و 36 و اینا مقدارهای مطلوبیت به شکل کمیه، به شکل کیفیه. مثل این که برای شما گفته میشه شما درجه رضایت خور از 1 تا 5 بیان بکنیم، یا از 1 تا 10 بیان بکنیم. مثلا شما برای همی کالا که استفاده میکنیم یک نمره بدیم از 1 تا 5. اگه 5 بدیم یعنی بسیار عالی، اگه 1 بدیم بسیار پایینه، نمره پایینه میره. حالا اونجی شما 1 و 2 و 3 و 4 و 5 کوده که درجه رضایت شما نشون میده. حالا اینجا هم 12 و 22 و 30 که هست درجه مطلوبیت نشون میده. اینجا اعداد فقط کدهایی که معرف کیفیت و مطلوبیت یک کالای. خب یک فردی با نوشیدن یک گلاس آب میوه درجه مطلوبیت 12 داره، یعنی 12 درجه مطلوبیت به دست میاره. وقتی 2 گلاس آب میوه می نوشم مطلوبیت مجموعی از هر 2 گلاس میشه 22. وقتی 3 گلاس آب می نوشم مجموعا مطلوبیت، نظر به حالت قبلی که 2 گلاس آب میوه نوشیده بود، حالا شده مطلوبیتی و از همین کالایی که استفاده کرده 3 گلاس آب میوه نوشیده شده 30. به همون ترتیب هر قدر از یک کالا بیشتر استفاده میکنه مطلوبیت مجموعی و مطلوبیت کل از او زیاد میشه، اما مطلوبیت نهایی کم میشه. مطلوبیت نهایی سیر نزولی داره. یعنی چی؟ 1 گلاس آب میوه می نوشه درجه مطلوبیت از 12، گلاس دوم می نوشه گلاس دوم گفته 10، یعنی که مقدار مطلوبیتی که مربوط به گلاس دوم میشه 10. مجموع از اون مثلا شما 10 جمع 12 میشه 22، مطلوبیت مجموعی 22. اما مطلوبیتی که مربوط به گلاس دومی 12. چرا؟ به خاطر گفتیم که طبیعت انسان، سرشت انسان چنینه که بر حسب ارزای نیازمندی درجه مطلوبیت کالا تغییر میکنه. شخصی که بسیار تشنه نخستین گلاس آب میوه برای بسیار مطلوبیت داره 12 درجه، گلاس دومی به اندازه گلاس اولی لذت و مطلوبیت نداره، چون گلاس اولی خورده و کمی همون نیاز از او برطرف شده، درجه مطلوبیت هست 10. گلاس سومی به اندازه گلاس دومی مطلوبیت نداره، درجه مطلوبیت شده 8. هر قدر استفاده از یک کالا زیاد شده، در صورت کالا مشابه باشه، درجه مطلوبیت کم شده میره. و همون ترتیب مثلا وقتی گلاس چهارمی ما در نظر بگیریم درجه مطلوبیت هست 6. حالا چگونه ما مطلوبیت نهایی به دست میاریم؟ این متوجه باشیم که برای شما اگر سوال مطرح بشه مقدار کالا داده میشه، مطلوبیت کل داده میشه، ما مطلوبیت کل از کدوم فرمول به دست نمیاریم، یک چیز داده شده، نظر به کیس، نظر به سوال. اما چیزی که باید ما پیدا کنیم و سنجش کنیم مطلوبیت نهاییه. طریق پیدا کردن مطلوبیت نهایی، مثلا مطلوبیت فعلی منفی مطلوبیت قبلی، تفاوت در مطلوبیت میشه مطلوبیت نهایی. 22 منفی 12 10، 30 منفی 22 میشه 8، 36 منفی 30، یعنی ما 30 را از 36 کم کنیم تفاوت مطلوبیت میشه 6. یعنی که گلاس سومی آب میوه درجه مطلوبیتی بوده 8، مجموعی مطلوبیت بوده 30، گلاس چهارمی مجموعی مطلوبیت میسازه 36. وقتی ما بیایم وضعیت نفر معلوم کنیم، زمانی که 3 گلاس آب میوه نوشیده بود درجه مطلوبیتی بود 30، زمانی که 4 گلاس آب میوه نوشیده درجه مطلوبیتی شده 36. پس این 6 به خاطر واحد چهارمی پیدا شده. این میگه مطلوبیت نهایی. مطلوبیت نهایی مقدار مطلوبیتی که مربوط به واحد آخری کالا میشه، مقدار مطلوبیتی که ناشی از استفاده واحد آخری یک کالا یا یک خدمت میباشه. خب به اینجی نکته دیگر که باید ما به او متوجه باشیم و متمرکز باشیم اینه که
مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی اینجا یک رابطه داره. اولی که در ابتدا هر قدر استفاده از یک کلو بیشتر میشه، درجه مطلوبیت کل یا مطلوبیت مجموعی زیاد میشه، البته هم تا نقطه هشتمه، و هر قدر استفاده از یک کلو زیاد میشه مطلوبیت نهایی کم میشه. اینجا گفته در واحد هشتم کالا، در واحد هشتم کالا مطلوبیت کل بعد در اکثر میرسد و مطلوبیت نهایی صفر میشود، و این نقطه را نقطه سیری گویند یا نقطه اشباع. اولی که ما میشه یک مسئله دیگه مطرح بکنیم که زمانی که میشه سه نقطه مطرح بکنیم. نقطه اول، قبل از اشباع و قبل از سیری با افزایش استفاده از یک کالا مطلوبیت مجموعی سیر صعودی داره و مطلوبیت نهایی سیر نزولی داره. طوری که مشاهده میکنیم از واحد یک تا واحد هشتم مطلوبیت مجموعی با افزایش استفاده از یک کالا زیاد شده رفته و مطلوبیت نهایی با استفاده از یک کالا کم شده رفته. این نکته اول. نکته دوم، در نقطه اشباع و نقطه سیری که فرد از استفاده یک کالا به نقطه سیری و اشباع میرسه، مطلوبیت کل حد اکثر میشه، مطلوبیت نهایی صفر میشه. این یک قاعده و قانونه. هر زمانی که نقطه دوم همینه، هر زمانی که مطلوبیت کل حد اکثر میشه مطلوبیت نهایی صفره، زمانی که مطلوبیت مجموعی و کل حد اکثر شد مطلوبیت نهایی صفر میشه. نقطه سوم، نقطه سوم بعد از نقطه اشباع، زمانی که مطلوبیت کل سیر نزولی میگیره، کاهش میکنه، مطلوبیت نهایی منفی میشه. مثلا واحد نومی که از کالا استفاده میشه مطلوبیت مجموعی ما شده 42، قبلا بوده 43، کاهش کرده و مطلوبیت نهایی شده منفی. این بیانگر چیه؟ بیانگر اینه که ما به عدم مطلوبیت رسیدیم. مطلوبیت چیه هم تعریف کرده بودیم؟ مطلوبیت گفتیم که مطلوبیت یعنی خوشحالی، خرسندی، رضایت خاطر. اما عدم مطلوبیت ضد مطلوبیت بدحالیه. اگر فرض کنیم که یک فردی به گلاس هشتم آب میو به نقطه سیری و اشباع رسیده، اینجا از استفاده ای کالا خوشحال میشد، خرسند میشد، مطلوبیت به دست میاد. اما اگر بالای سیری استفاده بکنه اینجا بدحال میشه، اینجا بدحالی از اون ادامه داره. اگر این پروسه ادامه پیدا بکنه، گلاس دهم، یازدهم، دوازدهم، به عوض اینکه خوشحال شه مطلوبیت به دست بیاره، عدم مطلوبیت به دست میاره، بدحال میشه، حالت تعو به وجود میاد. پس این قانون مطلوبیت که قبلا هم گفته بودیم، این قانون طبیعیه، جاری و ساریه. ما تو تیپ سنوته ما اینجا به توات از بیان کردیم، زمانی که قبل از نقطه اشباع مطلوبیت کل سیر صعودی داره، مطلوبیت نهایی سیر نزولی داره، در نقطه اشباع و سیری مطلوبیت کل حد اکثر میشه، مطلوبیت نهایی صفر میشه، و بعد از نقطه اشباع و سیری مطلوبیت کل سیر نزولی داره و مطلوبیت نهایی منفیه. و میتونیم ما خود مطلوبیت نهایی به شکل گرافیک و هندسی به اینجا نمایش بدیم. در شکل که شما مشاهده میکنیم، معیار افقی مقدار کالا نشان میده، کیو، کوانتیتی. معیار عمودی نشان دهنده درجه مطلوبیت یا همان مطلوبیت نهایی، ام یو، مارجینال یوتیلیتی، مطلوبیت نهایی. اینجا ببینیم زمانی که مقدار کالا در این نقطه اگر یک در نظر بگیریم، یک، مطلوبیت نهایی 12. هر قدر مقدار کالا بیشتر میشه، استفاده از کالا بیشتر میشه، مطلوبیت نهایی کمتر میشه. مثلا اینجا واحد هفتم تقریبا به اون جدول که ما شما دیدیم، اگر اینجا مشاهده بکنیم، در واحد هفتم مطلوبیت نهایی یکه. اینجا ما اگر این بگیم واحد هفتم این نقطه مطلوبیت نهایی یک، در واحد هشتم مطلوبیت نهایی صفر، و در واحد مثلا نهم مطلوبیت نهایی خط پایین‌تر، خط افقی قطع میکنه، منحنی مطلوبیت نهایی منفی میشه، مطلوبیت نهایی اینجا منفی میشه. به هر حال اگر فرصت بود باز ما طریقی رسم مطلوبیت نهایی انشاءالله به شما رسم میکنیم، نشان میدیم که چگونه رسم میشه. تا
خب اینجا ببینیم ما شما بحث تقاضا، بحث عرضه، بحث قیمت تعادلی یعنی چگونگی تعیین قیمت، تعادل در بازار و بحث مطلوبیت ما داشتیم که فصل دوم ما به اینجا ختم میشه. به درس بعدی انشاءالله ما فصل سوم شروع میکنیم. بحث مطلوبیت ما به اینجا تکمیل کردیم و البته آخرین نکته هم تو ارتباط مطلوبیت من علاقه دارم به شما مطرح بکنم اینه که مطلوبیت که گفتیم یک بحث کیفیه، یک بحث انفسی و شخصی می باشه. قانون از این به کالاهای اقتصادی و کالاهای مادی مستاق داره. شاید از شما سوال بشه که آیا قانون مطلوبیت به تمام کالاها صدق میکنه یا خیر؟ جواب اینه که قانون مطلوبیت مربوط میشه به کالای مادی و اقتصادی، نه کالای معنوی. یعنی اگر شما کالای معنوی در نظر بگیریم، علم و دانش، با افزایش دانش و علم درجه مطلوبیت علم کم نمیشه. شما در سمستر اول درس میخونیم، اگر مطلوبیتی که درس های اقتصادی مباحث اقتصادی برای شما در سمستر اول داره، هر قدر شما سمستر رو افزایش میدیم، ارتقا میکنیم، مطلوبیت علم پایین نمیشه. مثلا دانش اقتصادی درجه مطلوبیت کم شده نمیره با افزایش دانش اقتصادی. یا به مترتیب مثلا شما محبت در نظر بگیریم، به مترتیب شما عبادت در نظر بگیریم و کالای معنوی دیگر، با افزایش استفاده از کالای معنوی درجه مطلوبیت کالای معنوی کم نمیشه. یعنی که یک استثنایی وجود داره که قانون مطلوبیت شامل کالاهای معنوی نمیشه، بلکه بیشتر شامل کالاهای مادی و کالاهای اقتصادی میشه. خب تا به اینجا فکر میکنم کفایت میکنه. شما سوال مشکلی به ارتباط مباحث مطرح شده داشتیم میتونیم مطرح کنیم، ما به خدمت شما هستیم، به سوالات شما و مشکلات شما میرسیم و خداوند یار و نگهدارتان. شما سعی کنیم که تمام مطالب پیگیری کنیم، بخونیم و سوالات و مشکلات خود یادداشت کنیم. انشاءالله ما به مشکلات شما میرسیم. دیگه حرفی نداریم، جلسه خود به اینجا به پایان میرسونیم. خداوند یار و نگهدارتان، روز و روزگارتان خوش.